من برای اینکه از نادرپور صحبت کنم بهترین که از یک شعر شروع کنم که شما ببینید، خوانندگان ببینن، بینندگان ببینن که نادرپور با چه قوت و قدرتی میتونست که افکار خودش رو بیان کنه. او یک شعری داره راجع به برگریزان که در سال 1333 گفته و این میگه که باد همچون مادری که در میان گیسوی سیاه دخترش تار چند گانه سپید را جدا کند، برگ‌های زرد را از میان برگ‌های سبز من تکانده است. ببینید چقدر قشنگ گفته. هیچ شاعری نتونسته منظره برگریزان رو به این خوبی منعکس کنه. باید گفت که این نادرپور به همراه سایه توللی، فریدون مشیری شعر را از قالب سرد و کهنه خودش بیرون کشید و در به شکلی که مردم پسند باشه و نو باشه و واقعا تازگی داشته باشه عرضه کرد. مثلا شما در سال 1303 یه شعر گفته به راجب دختر جام. این شعر را، شعر عاشقانه زیبایی بود، تمام مردم نه فقط ادب دوستان بلکه مردم عادی هم از حفظ بودن و این دلیل این بود که او در روح و قلب مردم با قلب و روح مردم کار داشت. او فقط نه فقط یک شاعر برجسته بود بلکه یک نویسنده منقد و یک سخنسرای بسیار عقایدش را همه را میگفت. مثل بعضیا که یار دارا بودن و دل واسه کندر داشتن نبود که من چیزها رو در لفافه بذاره شاید یه روزی بتونه یه کارای بکنه. او تمام ارتباط خودش رو با یک رژیم واپسگرا بریده بود. موقعی که خانم سیمین بهبهانی خواسته بودن از یک نامه که به نویسندگان و شاعرانی که در مهاجرت هستن اجازه ورود داده باشن، به ایشون نوشت که من خیال بازگشت به ایران مادامی که این رژیم واپسگرا بر سر قدرت هست ندارم. نادرپور شم سیاسی بسیار قوی داشت. در اوائل انقلاب که روشن فکران همه منقلب شده بودند و فکر میکردن که الان همه چیز عوض میشه، او هوشیار داد که این انقلاب سیاسی یک انقلاب فرهنگی در پی داره. تعصب خوب نیست. ما نمیتونیم که ایران را به حالتی بذاریم که از گذشته خودش ببره و واقعا هم همینطور شد. نادرپور نه فقط بگم که فقط در کارهای سیاسی و ادبی بلکه شم سیاسی خوبی داشت. در تحلیل هایی که میکرد حقایق را میگفت، پرده از درویی ها از دروغ ها بر میداشت و چنین بود که در دل مردم جا داشت، همه او را دوست داشتن، همه او را میخواستن و وقتی که نشسته بود بر سر میزش و داشت مقاله برای ایران مینوشت، چند ماه بعد از اینکه بزرگ داشت 70 سالگی او را گرفتن فوت کرد و از بین ما رفت و قلب همه ما را داغدار کرد. بینندگان عزیز، در زیر آسمان برلین در یکی از متروهای برلین ایستگاه‌های قطار زیرزمینی هستم و همچنین که می‌شنوید صدای سنتور، ساز ایرانی و صدای موسیقی سنتی ایران رو می‌شنوید. به طور یقین نوازنده این ساز آقای ایرانی هستن که من سعی میکنم که با ایشون یه گفتگوی داشته باشم.
خب ببخشید که من مزاحم شما میشم. شما 100% ایرانی هستید. ممکنه بفهمید که چه میکنید در این اوبان؟ حالا من مدت 3 سالی هستش که توی اوبانا سنتور میزنم و خیلی راضی هستم از محیطی که هست. بله. از مردمی که گوش میکنن و اینترسه دارم بزاده مردم. بله. شما فکر نمی‌کنید که بهتر باشه به طور مثال با گروهی کار کنید که در اوبان ساز نزنید؟ به طور مثال داریم بگید. بله من البته از این کارا کردم ولی تمرکزم رو میخوام روی تکنوازی جلب بکنم و بتونم خودم تنهایی موسیقی پخش کنم. بله. شما چند سالی هست که به نوازندگی مشغول هستید؟ من حدود 14-15 سال هستش که نوازندگی میکنم. بله. ولی یک کاری که کردم توی 10 سال گذشته با آقای استاد بهنام منایجی کار کردیم که حاصل این کار یک کتاب دستور سنتوره که من این کتاب رو طوری یاد گرفتم که میتونم خودم منتقلش کنم و میتونم به هنرجوهایی که کاملا مبتدی هستن این کتاب رو درس بدم. بله. پس اینطوری نتیجه میگیریم که شما با تئوری موسیقی آشنایی بله. کامل دارید و حتی میتونید شاگرد تعلیم بله. بدید. بله. بگید که ردیف ها رو کاملا میشناسید؟ ردیف ها رو تا حدودی میشناسم. ردیف سوا رو من کار کردم. بله. 4 تا کتابه که من همشون رو کار کردم بارها و اونها را میتونم یه مقداری کمک کنم به هنرجویانی که کارشون درست بله. روی ردیف کار دارن هنوز و میتونم بهشون کنم. بله. شما اسمتون رو برای بینندگان نفهمید؟ من مسئول حامیان هستم. الان از سال 86 به برلین اومدم و همینجا زندگی میکنم و خیلی خوشحال میشم که بتونم به دوستان و آشنایان بله. چه خارجی باشن چه ایرانی کمک کنم. بله. من خواهش می‌کنم که شما شماره تلفنتون رو بگید. اگر علاقمندانی هستن که احتمالاً قصد فراگیری سنتور دارن بتونن با شما تماس بگیرن. بینندگان عزیز آماده باشید، مداد کاغذ حاضر کنید. آقای حامیان بفرمایید. بله شماره تلفن من هست 451 76 85 و اسم من مسعود حامیان هستش. بله. من خیلی از شما متشکرم. خواهش می‌کنم که یه قطعه خیلی کوتاه برای بینندگان بنوازید. من خیلی از شما متشکرم. سازی بسیار خوبی نواختید. چیزی که من امروز از شما یاد گرفتم اینه که انسان باید امید داشته باشه، از هنری که داره، از کاری که واقعا میتونه انجام بده استفاده کنه و برای گذران زندگی هر طور شده فعالیت کنه. ممنونم. امیدوارم که موفق باشید. باید.